به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام های گرم خدا تقدیم حضور هموطنان خوب میکنم. امیدوارم که جور و سعادتمند باشین و بیننده برنامه خودتان روشنا. برنامه روشنا هر روز به صورت زنده و مستقیم تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان میشه. چی حال احوال دارین؟ خوب هستین؟ امیدوارم که جور و سعادتمند باشین. هر چند که میفهمم مشکلات زندگی و ناامنی در کشور عزیز ما زیاد است، ولی آرزو میکنم که توکلتان به خدای بزرگ باشه و مطمئن باشین و امیدوار باشین به یک آینده بسیار خوب و روشن. دعا میکنیم برای یک یک شما عزیزان و آرزوی بهترین ها را داریم برای یک یک شما عزیزان. از پیامبر بزرگ اسلام یک حدیثی است که میگن که بهترین شما کسانی هستند که نسبت به خانواده خودشان مهربانتر، خوش اخلاقتر و بهترین تر هستند و من نسبت به خانوادم بهترین هستم. خانواده های عزیز، پدرها و مادرهای محترم، شما نسبت به خانواده هایتان چگونه هستین؟ آیا بهترین هستین؟ خوش اخلاقترین هستین؟ مهربانترین هستین؟ خانواده و جایگاه او در اسلام بسیار اهمیت دارم. خود خانواده اهمیت داره و استحکام او بیشتر. پس ما در روزهای یکشنبه همراه با شما عزیزان در رابطه با استحکام خانواده بسیار صحبت کردیم. نقش شما پدران را در خانواده گفتیم، نقش شما مادران را گفتیم و حتی شما فرزندان عزیز خانواده، نقش شما عزیزان را هم گفتیم. و حالا امروز میپردازیم به مهارت‌های روابط در خانواده و اینکه این روابط چقدر میتونه باعث استحکام خانواده شوه. امروز بشنوین از زبان خواهر خوم خانم سجادی. سلام خانم سجادی، خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم به شما خانم ظهوری عزیز و بینندگانی که از قبلا همراه ما بودند و کسانی که امروز به جمع ما پیوستند. آرزو میکنم که روز خوب خوشی را آغاز کرده باشند و قبل از شروع مبحث با اندوه فراوان متاسفانه ما جلساتمون در گذشته، جلسه هفته گذشته و قبلتر از او، این اواخر حوادث ناگواری در کشور ما رقم خورده که خانواده های زیادی داغدار شدند. شهدای زیادی ما از دست دادیم، جوانان زیادی را ما پر شدند و خوشا به حال اونها که شهید راه محراب شدند، ولی خب داغ بزرگی بر خانواده ها نشان. دقیقاً همین و مجروحان این حادثه رو ما برشان شفای عاجل از خداوند خواستار هستیم و برای کسانی که در این حوادث حضور دارند و این وقایع تلخ رو دارند میبینند صبر و آرامش از خدا میخواهیم. الهی آمین. ما هم دعا میکنیم به واقعیت به خصوص برای بازمانده های اونا که صبر برشان عطا کنن و خدای بزرگ یک نظر بکنن و این حالت و این روزگار هموطنهای خوب ما را یک تغییر اساسی ایجاد کنن انشالله که هم قسم است. خب خانم سجادی، بپردازیم به موضوع برنامه ما، ای که به هر حال در جمع و یک مقدمه اگر بیان کنیم ما که خانواده را گفتیم، بعد اهمیت خانواده و ای که این خانواده با چه قسم استحکام پیدا کنند توسط پدر، مادر و فرزندان. و حال میرسیم به این موضوع که خب پس وقتی خانواده قدر اهمیت داره و در استحکام خانواده چه کسانی نقش دارن و چه باید بکنن. حالا اگر مسائل های دیگه نسبت به استحکام خانواده اهمیت داره، اون روابط هست. بله، میخوایم این مهارت های او رو بیان کنیم ما. تشکر از مقدمات شما. بله، ما همطور که بینندگان از قدیم همراه ما بودند، ما سلسله مباحث استحکام خانواده را دو سه جلسه است که مطرح کردیم که عوامل استحکام خانواده را برشمردیم. در جلساتی نقش مرد رو به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذاری که خانواده رو پایدار نگه می‌دارد، نقش خانم رو به عنوان همسر و مادر در خانواده مطرح کردیم. در جلسه گذاشته نقش فرزند رو به عنوان یکی از عوامل مستحکم در زندگی اومدیم گفتیم که خب عوامل و موارد زیادی بود که فرزندان باعث می‌شد یک خانواده پایداری باشه. بله، ذکر کردیم که فرزندان هدفمند می‌کنند،
زندگی پدر و مادرشان را. پدر و مادرشان بله اگر قبلا کوشش و تلاش محدود و حداقلی بله داشتن، بله با آمدن فرزندشان تلاش میکنن که زندگی رو ارتقا بدن. درست، خود فرزندان باعث استحکام زیادتر خانواده بله میشن. بله، اونها را باعث افزایش توانمندی والدین، توانمندی والدین شکوفا میشه، باعث شادتر نگه داشتن والدین میشه. والدین وقتی که حس پدری و مادری رو تجربه میکردند، غم از دلشان به دور میشد، کیفیت زندگی والدین رو بیشتر میکردند. یعنی اگر خانم خانه از قبل از اینکه بچه دار شود، شاید بعد از یک مدتی دچار روزمرگی میشد و احساس میکرد که دیگه هیچ انگیزه برای کار خانه نداره، برای صفاکاری نداره، برای آشپزی نداره. اما وقتی که اولاد دار میشه، دیگه رغبتش زیاد میشه، میگه من آنجور کنم که بچه‌م از مکتب میبراید، من قضا جور کنم که خانواده سردسترخان به خوشی باشند. پس از عوامل بسیار مهمی که می شود گفت که یه خانواده رو محکم نگه داشت، یکی اعضای خانواده بود. درست. خب ما در این جلسه انشاءالله می‌خوایم بپردازیم که یکی از عواملی که خانواده رو محکم و شاداب نگه می‌داره اینه که ارتباطات درون خانواده و یا بیرون از خانواده چقدر می‌تواند مهم باشه. ببینید، ما انسان‌ها یک انسان‌های اجتماعی هستیم. بله. یعنی طبیعتاً هیچ کس دوست ندارد در انزوا باشد، در اجتماع باشد. اکثر رفتارهای ما در قالب رفتار با دیگران هستش، در ارتباط با دیگران هستش. وقتی که در فضای داخل خانواده هست، مادر و پدر، زن و شوهر، فرزند با مادر، فرزند بله. با پدر، و یا اینکه در قالب بزرگتری در اجتماع، در مکتب، در سر وظیفه، درست، یا خدای نکرده در شفاخانه سر کارشون خورد، یا بله، که در کدام اداراتی، حالا در هر جا تعامل داشته باشن، بله، در هر جایی که نگاه کنیم انسان ها تعامل دارند. و این خواه نخواه ما باید بپذیریم که یک انسان اجتماعی هستیم و 70% یا حتی بیشتر از این آمار ما در ارتباط با دیگران هستیم. بله. خب چه وقت میشه که بعضی وقت میشه که خب ما ارتباطات خانوادگی دچار مشکل میشه؟ چرا بعضی وقت میشه که زن و شوهر، مادر و پدر، فرزندان دچار مشکل میشن و میگه هیچ گپ مرا نمیفهمه؟ یعنی خانم میگه که من وقتی که همراه همشیرم گپ میزنم بسیار آسوده میشم، ولی وقتی که همراه شوهرم گپ میزنم هیچ مرا نمیفهمه، یعنی من همون ماندگیم زیادتر میشه. خب ما میخوایم پاسخ این سوال بپردازیم که چرا بعضی وقت میشه که اعضای درون خانواده احساس میکنن که فهمیده نشدن. بله. ببینید، قبل از اینکه وارد بحث ارتباط مؤثر بشیم و اینکه بخوایم بگیم ارتباط چی هست، باید ببینیم که من به عنوان یکی از اعضای خانواده یا یک کسی که در تعامل با کسی دیگه هستم چه ویژگی شخصیتی دارم. درست. یک وقتی میشه که یک خانومی یا یک آقای ازش سوال میکنه که تو از خودت اطلاع داری که تو چه قسم رفتارهایی داری یا چه قسم رفتارهایی رو خوش نداری، نقاط قوت و ضعفت چیست؟ درست. اول از خودت پیدا کنم. اول از خودت پیدا کنیم که من همون خودشناسی است. احسنت. که همیشه گفته شده که چقدر اهمیت داره. بله، احسنت. اگر که انسان خودش متوجه باشه من چه رفتارهایی دارم و چه رفتارهایی برام پسندیده هست یا نیست، شاید اینها باعث بشه که دچار مشکلات ارتباطی نشه. 100%. متاسفانه مردم به این مسئله خودشناسی زیاد توجه نمی‌کنن. گاهی وقت میشه در مرکز مشاوره میان و ازشون تست ها و سوال های گرفته میشه که ببینیم اینها از خودشون چقدر آگاهی دارن، میبینیم که خیلی درصد بسیار پایین است. یا اینکه صادق نیستن نسبت به خودشان. بله. درست، مثلا بسیار از اخلاقات در وجودشان هست، خصوصیات یا ویژگی هایی هست که شاید مثلا خوب نباشه. بله. ولی شجاعت از این ندارن که قبول اقرار کنن و بگوین و قبول کنن. بله، قبول کنن که این رفتار ناپسند من دارم. یک نمونه شما مثال میزنم. یک وقت یک کسی میگه من انسان بخشنده هستم. میگه من سخاوتمند هستم، من دست گشاده دارم، من کسی که در خانه میاد مهمانی میدم، من وقتی که کسی رو میبینم برش تحفه میدم. خب این تعبیر خودش از بخشندگی است. ولی وقتی زیادتر ازش پرسان میکنیم که خب
اگر که تو برای کسی تحفه دادی، اگر از تو قدر و ستایش نکرد، اگر از تو تشکری نکرد، او وقت چه حال داری تو؟ میگه بسیار خفه میشم. چرا؟ خب این نشان از است که صفت بخشندگی در این شخص یک صفتی نیستش که صفت انسانی خوبی باشه، بلکه این یک رفتار را انجام میده به خاطر که تایید دیگران را در خودش ایجاد کنه. یعنی توقع داره. بله، من توقع دارم. من توقع دارم که اگر مهربانی کردم در ازایش من دیده شوم. من اگر که لطف و محبت کردم در ازایش مرا تایید کنن، بگه عجب انسان بزرگواری است، عجب انسان کریمی است. خب پس به چه دلیلی خانم سجادی کارا را انجام بده؟ خب اگر که ما دقت کنیم که من به عنوان یک صفت نفسانی بسیار پسندیده رفتار بخشندگی رو داشته باشم، بدون هیچ چشم داشتی هیچ وقت ناراحت نمیشم از ارتباط با دیگران، هیچ وقت خفه نمیشم که تو چرا در مقابل لطف و مهربانی من این قسم رفتار انجام ندادی. پس یکی از مؤلفه‌هایی که میتونه ما رو جلوگیری کنه از اینکه ما در ارتباط های ما دچار مشکل نشیم، همین که صفت های نفسانی خودمون رو بشناسیم. یعنی ما صرف به خاطر از اینکه خصوصیات و اخلاقیات هر انسان باید به همین رقم باشه، بله، خصوصیات خوب داشته باشیم، نه بخاطر از اینکه مثلا ما به این محبت میکنیم که باید به ما محبت کنه، بله، یا اینکه به ما احترام بگذاره. بله، به این دلیل ما نباید خوب باشیم. بله، اینکه به دنبال تایید کسی باشیم، اینی که توجه کسی رو به خودمان جلب کنیم، وقتی که این نگاه داشته باشیم مطمئنن بازخورد رفتاری ما رفتار خوبی نیست، اگر که ببینیم که مطابق میل ما اون چیزی که میخواستیم دریافت نکرد. پس یکی از مؤلفه‌هایی که میتونه جلوگیری کنه از اینکه ما رفتارمان با دیگری دچار مشکل نشه، اینکه رفتارهای خودمان رو تشخیص بدیم و اینکه انتظارات خودمان رو بر اساس رفتارهای خودمان بچینیم. پس اگر دلست. که من ناراحت شدم نسبت به اینکه در برابر تحفه‌ای که برش دادم خفه شد، ناراحت شد، به خاطر است که من دنبال تایید او بودم، دنبال این بودم که او مرا توجه کنه، به دنبال این نبودم که من واقعا صفت بخشندگی داشته باشیم. گرچه خب این بسیار زیباست که اگر کسی به ما مهربانی کرد ما دوست چندان بر او لطف کنیم. بله، همونطور که در آیات اومده اگر کسی به شما نیکی کرد شما هم به نیکی بهتر از او جواب بگیم. ولی خب اگر در مقام کسی که داریم نیکی میکنیم این نگاه داشته باشیم که مطالبه گر باشیم، طبعا از لحاظ رفتاری آسیب میبینیم از رفتار اونها. خب ما بحث مهارت های ارتباطی یک بحثی نیستش که بگیم که خب ما که حالا اینا رو بلد نیستم، من اینا رو که نیاموختم، خب پس ما دیگه پس بشینیم و همیشه دچار مشکلات ارتباطی باشیم. نه، بحث مهارت‌های ارتباطی یک بحثیه که ما خودمون میتونیم در گذر زمان یاد بگیریم، یا حتی والدین ما در کودکی میتونن که صفت‌های شخصیتی رو برای ما ایجاد کنن، یا یک جاهایی اگر ما نیاز به اصلاح رفتاری داشته باشیم والدین میتونن که اونها رو در زمان کودکی برای ما اصلاحش بکنن. درست. خب نسبت به نوع برخورد والدین یا همسران نسبت به رفتارهای خانوادگی چه نوع ارتباطهایی میتوان داشت؟ چند نوع سبک ارتباطی ما در جلسه انشاءالله مطرح میکنیم که اکثر خانواده ها از این طریق حرف خودشون رو میخوان به کرسی بنشانند. یعنی کل اعضای خانواده مربوط به این میشن؟ ممکن. یا اینکه نه، یک بله به یک؟ بله، کل اعضای، همه افراد آدمی در مقابل رفتار با دیگری ممکن یک سبک ارتباطی خاصی داشته باشن. دمه. ما چند سبک ارتباطی رو در این جلسه انشالله میگیم و اینکه ببینیم که کدام سبک درست و پسندیده هستش. یک سبک ارتباطی پرخاشگرانه ما داریم. یعنی یک وقتی هستش که خانم به عنوان مادر یا به عنوان همسر وقتی که از دست فرزندش ناراحت میشه، فرزندش گلاس آب چپه میکنه یا دسترخوان به هم میریزه، به جایی که بیاد صحبت کنه سر او داد فریاد قالمقال میکنه و حتی ممکنه تنبیه کنه یا حتی ممکنه که متاسفانه شاید لج کنه که تو چرا متوجه ای کار نیستی.
یا حتی در مثال بین زوجین، بله خانم همسرش قرار باشه که ساعت 7 بجه شب به خانه برسه، 8 بجه شب میرسه و خانم از این ناراحت است که تو چرا امروز دیر به خانه رسیدی، و سر صدا شروع میکنه تو مگه قرار نبود که ساعت 7 بجه برسی؟ شب مهمانی دعوت بدیم، در محفل کدام جای قرار بود با هم بریم؟ و سر صدا و قال مقال شروع میشه. با این طریق میخواد که چی؟ رفتار خودشه، رفتار اون شخص مقابل اصلاح کنه. اون مادر از این طریق میخواد که فرزند خودش رو ادب کنه متاسفانه، بله و این همسر از این طریق میخواد که شوهر خودشه، یا بالعکس، حتما بله خانم بله در مقابل آقا نیست، شاید ممکنه که آقا در مقابل یک رفتار خانم یک رفتار پرخاشگرانه انجام بده، سر صدا، حتی صدایش بلند میشه متاسفانه، و احساس میکنه از این طریق میتونه مشکل حل کنه. در این سبک ارتباطی متاسفانه، خب ما اگر که در ذهنمون تداعی شوه ببینیم چقدر اتفاقهای قسمی افتاده که با سر و صدا، آیا کار پیش رفته؟ دیدیم که نه، بدتر پیش که نرفته، اتفاقا بدتر هم شده، بله یک بله سر صدایی اضافه تر و علاوه بر اون مشکل قبلی اضافه شده. اوقات تلخی، اعصاب خرابی، بله فضای آرامش خانواده زیر رو بله میشه، به هم میخوره. بله اوقات اولادا و طفلکا تلخ میشه و بله ارتباط و روابطی که باید صمیمانه و دوستانه باشه دیگه نمی متاسفانه باشه. بله و خدا چقدر چیزهای دیگه است که حال خود ما فرصت ها کم است، نمیتونیم یک به یک اونا رو جزئیاتش بیان کنیم. بله متاسفانه این رفتار پرخاشگرانه عواقب بسیار بدی داره که فضای خانواده رو از فضای آرامش به فضای سرصدا و جار جنجال تبدیل میکنه. دومین قسم رفتاری و ارتباطی اعضای خانواده نسبت به هم یا حتی فراتر از اعضای خانواده، نوع رفتار منفعلانه است. بله رفتار منفعلانه چه تعریفی داره؟ یعنی وقتی یک کسی در مقابل رفتار کسی آزرده خاطر میشه، میگه گمش کو، با آن همون قسم که خودش میدانه، یعنی رها کنه اون رها میکنه، انفعال رو به پیش میگیره. خب خانم سجاد، داره ما در بین اعضای خانواده داریم گفتگو میکنیم، بله. دیگه درست؟ مثلا اگر پدر خانواده یک رفتار ناشایست داشت، مثلا دیگر اعضای خانواده بگوین که با نمیش دیگه، علاج به تیمار رقم که هست هست، این میگیم رفتار منفعلانه. بله رفتار گرچه خب احترام پدر و مادر واجب است، فرزندان، خب فرزندان هم میتوانن کمک کننده پدر و مادر باشن در امورات اخلاقی، ولیکن احترامشون واجب است. حالا در فضای خانم و آقا، فرض مثال یا فرزند و والد، پدر بله، و مادر، بله. اگر چنین اتفاقی افتاد، میگه علاج کن، بان خودش متوجه میشه. مادر یا مثلا میبینه که طفلکاش تکالیف خانگی رو انجام نداده، کار خانگی های مکتبشون انجام نداده و بسیار آزرده میشه و نگران میشه که خب چی میشه درس مکتب یا گمش که خودش آخر سمستر از خودش نمره میفهمه، ناکام باز میشه از نمره، و اونجا خودش گریان میشه و متوجه میشه کار اشتباهی کرده. ای پس این راه انفعال هستش. یک رقم قسم است که یعنی هر کسی که مثلا به این نحو باشه، حالا پدر، مادر یا بله. فرزندان، یک رقم است که احساس مسئولیت نداشته باشه یا اون مسئولیت از سر خود دور کنه. دور کنه. به من چی مثلا بگویه؟ بله. به من چی هر چی شد شد. بله. بی یک جور سلب تفاوتی. مسئولیت میشه. یک جور انسان بی انگیزه میشه که در رشد اطرافیانش بی انگیزه است. و آیا این روش انفعال هم میتواند رفتار طرف مقابل را اصلاح کند؟ خب بسیار خوب. پس سوالی که شما بیان کردین که آیا واقعا این رفتار انفعال هم میتونم مفید باشه؟ بله، بله؟ سوال بعد از یک میان برنامه. انشاءالله میتونم. بسیار خوب. دوستای عزیز، هموطنهای خوبیم و همه شما بیننده های عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین، میان برنامه آماده نش داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری.
دست در دامن عفت زنم، دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری، نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز، تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم. همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد. هنوز هم تا همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین، خب بازم خوش آمدید میگم به شما عزیزان همیشه همراه. اما شاید برای شما عزیزان این سوال یا یک گپ پیش بیاید که بسیار علاقمند باشین که با ما در ارتباط باشین، از کارشناس محترم برنامه سوالاتی در رابطه با موضوع برنامه داشته باشین. خب ما نمبر واتساپی برای شما عزیزان بیان میکنیم و بسیار خوش میشیم که با ما حتما در این رابطه در رابطه با موضوع برنامه و یا هر موضوع دیگه و صحبت، انتقاد، پیشنهاد دارین با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی ما مثبت 964-780-255-40-13. میتونین همین اکنون با ما در ارتباط شوین، سوال، مشاوره، انتقاد، پیشنهاد، در گپی که داشتین میتونین با ما در ارتباط باشین. خب میپردازیم به ادامه صحبت و موضوع برنامه ما که چه قسم بتانیم روابط بین اعضای خانواده را محکم تر کنیم، چرا که این روابط محکم باعث استحکام زیادتر خانواده ها میشن. بسیار خوب خانم سجادی، قبل از اینکه بریم میان برنامه را ببینیم، در این رابطه میخواستیم صحبت کنیم که گفتیم که روابطی که منفعلانه باشن یا رفتارهای منفعلانه گاهی وقتا میتونه مفید باشه، گاهی وقتا میتونه اثر بخش باشه. خواستیم در این مورد صحبت کنیم چون ما گفتیم که این رفتار زیاد مناسب نیست در بین اعضای خانواده، به خصوص مثلا اگر والدین باشه نسبت به اولادا. خب مسلم است که یک قسم بی‌تفاوتی والدین نشان میده یا عدم مسئولیت پذیری والدین نشان میده، ولی خب گفتین گاهی وقتا شاید میتونه مؤثر باشه. برای ما هم سوال پیش اومده، برای بیننده های خوب ما هم سوال پیش اومده. بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز. خب ما قبل از میان برنامه درباره سبک ارتباطی که یکیش پرخاشگرانه بود که در تعاملاتشون برای اینکه حرف خودشان را به اثبات برسونن یا اینکه نسبت به رفتار دیگری آزرده خاطر میشن، پرخاش و ناسزا و حتی رفتارهای نسنجیده انجام میدن.
دوم روش، دوم سبک منفعلانه که گفتیم که بله. حالت انفعال و کنارگیری رو پیش میگیرن، یعنی در مقابل رفتار ناپسند کسی دیگری یا در مقابل رفتاری که به مزاقش خوش نمیایه، عصبانیش کرده، شاید شخص مقابل ناخودآگاه ناخواسته یک رفتار رو انجام داده باشه، میگه که همون مثالی که زدیم، طفلش مکتب رفته و کارهای خانگیش به وقت انجام نداده، میگه بان خودش در واقع در سر سمستر کامیاب میشه یا ناکام میشه و متوجه میشه که باید تکالیف سر وقت نوشته میکرد. یا یعنی که همسرش از خانه از بیرون میای خانه وارد میشه و دیر میرسه، خانم میگه که خیره گمشکو، حال که دیر آمد من قرضش ندارم، چه جور جنجالی میشه. در حالی که ما حالا میپردازیم پیشتر که چه کار کنیم که سبک ارتباطی ما خوب باشه، روش انفعال هم به این لحاظ که همونطور که شما فرمودید روش خوبی نیست. چرا که یک حالت کنارگیری است، یک حالت عدم مسئولیت، یک حالت عدم همدلی هست، عدم پیگیری هست و این سبک هم مورد پسندیده نیست و مطمئنا عواقب زیادی هم به دنبال داره. بله. و اینکه کار از کار پیش نمیره، همونطور که سبک پرخاشگرانه کار فاصله ایجاد میشه. بله، فاصله ایجاد میشه و مشکل حل نمی کنه. سوم سبکی که در تعاملات بسیار پسندیده و مورد پذیرش هست، سبک منطقی همون جرأتمندانه هستش، که در این سبک تعاملات به صورت سالم صورت میگیره، انتظاراتشون از هم میگن، در یک فضای دوستانه میان، در واقع حق و حقوق خودشو میگه. یعنی مثال میزنیم، وقتی که مادر طفلش که میبینه کارهای خانگیش سعی انجام نمیده، همراهش میشینه صحبت میکنه، یک کم همراهش بازی میکنه، میگه خب مادر جان بازی تو کردی، حالا کار خانگیت انجام میدی؟ تایی که سر صدا کنه تو رو چند بار بگم که مکتب تو رو از خاطر تو من صد بار خواسته که تو کارهای خانگی انجام نمیدی، تو که هیچ نمیشی، من در تو هیچ امیدی ندارم. این توهین و تحقیرها که پرخاشگرانه است، یعنی که انفعال اصلا هیچ کارش نداره، میگم من غمم نباشه، خودش هرچی شد. پس روش جرأتمندانه، یک روش منطقی که در تعامل با اطرافیان انتظارات خاص خودش میگه، یا اگر که یک حق و حقوقی که نسبت به کسی دیگه داره راحت بیان میکنه، یا اگر درخواستی داره درخواستاشو در قالب کلمات زیبا و درست از طرف مقابلش درخواستش مطالبه میکنه. بله. من چند تا تکنیکی که خانواده ها و جدای از اون همه افراد آدمی در تعاملات اجتماعیشون میتونن بسیار از او کمک بگیرند و ارتباطات بسیار شیرینی داشته باشن، میگم که خیلی کارگشا هستش. ببینید، بعضی وقت میشه که کسای وارد مرکز مشاوره میشن، فقط منتظره که وارد اتاق مشاوره بشه. درست. اما قد بیتابه، تا میشینه بله چاوکی میشینه، شروع میکنه به قصه کردن. یعنی یک قدر مشکلاتش زیاد است که دیگه چی میگن؟ سرازیر شده دیگه. شده. خب چرا اینقدر بیتاب است که پیش مشاور میره و پیش روانشناس میره، منتظره که تخلیه کنه؟ به خاطر اینکه گوش شنوایی ایشان نداشته. ایشان نداشتن یا دیگران نداشتن؟ بله، ایشان یک گوش شنوایی از اطرافیان خودش نداشته که به حرفای ای گوش بده. بله بله. میه پیش مشاور، میدانه که مشاور حال چون کارش هم هست، بله، کمک کننده بهم هست، حالا یک بحث اقتصادیش که خودش هم پیسه داده، میگه که من تمام هرچی که در دلم هست پیش ایشان خالی کنم. پس یکی از راه‌هایی که میتونه کمک کنه ارتباطات ما بسیار سازنده باشه، یکی شنونده فعالی باشیم. بله. گوش دادن فعال داشته باشیم. یعنی وقتی که خانم و آقا در کنار هم قرار میگیرن، طوری نباشه که وقتی خانم داره قصه امروز میکنه که چی کار شد در خانه، آقا تلویزیون روشن میکنه یا یکی در و دیوار رو نگاه میکنه و هیچ توجهی به حرفهای خانمش نداره. یا بالعکس. بله. بالعکس میشه که آقام از سر وظیفه اومده، یک دو ساعت اول که شاید خسته باشه، شام میخوره، استراحت میکنه، حال شروع میکنه که صحبت کنه همراه خانمش. خانمش متاسفانه خود مشغول میکنه، نمیفهم با صرف شستن به صفاکاری این کارا صحیح است. بله. اما او چیزی که
مهم هست در فضای خانوادگی، یک فضای آرامش بخش هستش. در هر طریق ما باید اول از همه بله. دقت داشته باشیم، یعنی یک تایم داشته باشیم، یک فرصت داشته باشیم بله. که اعضای خانواده بتونن گفتگو کنن. بله، ما در جلسات گذشته یک جلسه کاملا صحبت کردیم که بایدها و نبایدهای گفتگو، این که گفتگو باید به عنوان یکی از برنامه‌های ضروری و جدی خانواده‌ها باشه و اینکه در چه وقت‌هایی صحبت کنن، درباره چه چیزهایی صحبت کنن. عزیزان بیننده می‌توانند ببینند اون جلسات رو. خب ما پس یکی از تکنیک‌هایی که می‌تونه کمک کنه که خانواده‌ها ارتباط موثری داشته باشن، حالا در تعامل خانوادگی، در تعامل اجتماعی، شنونده فعال بودن هستش. ببینید وقتی خداوند یک خانم و آقا در ازدواج هم ازدواج میکنن با هم، خداوند در آیات قرآن آمده و جعلنا بینکم مودت و رحمه. بله. بین اینها یک هدیه داده شد. مودت و رحمت، یعنی که یک حالت عطوفت و مهربانی و محبت بینشان هست. بله. پس باید مواظب این حالت عطوفت و مهربانی باشند. نباید که این حالت عطوفت و مهربانیشون به یک روابط ناسازگاری تبدیل بشه. این حالت عطوفت و مهربانیشون مثل یک گل میماند. گل رو چطور مراقبت میکنید؟ در گوشه خانه وقتی گل هست میبینه که امروز آفتاب کم برش خورده. بله. جایش بدل میکنه که آفتاب امروز سعی بخوره. یا یکی که میبینه که آب امروز زیاد داده شد. چقدر برای یک گل ما مراقبه میکنیم؟ بله. یا طفل نوزادی که خدا بر خانواده هدایت هدیه میده. بله. طفل نوزاد میبینی که خب امروز سردش نباشه، گرمش نباشه، جای خوابش صحیح باشه، سر صدا نباشه. بله. پس رابطه بین اعضای خانواده مثل یکی از مثال هایی که زدیم، مثل گل میمانه، مثل نوزاد میمانه که اونها رو ما باید با توجه کامل ازش مراقبت داشته باشیم. خب یک تکنیک مهارت گوش دادن فعال بود. بله. یک تکنیک دیگه مهارت همدلی است، درک همدلی. یعنی وقتی که یک اتفاقی میافته که ما نسبت به دیگری ازش خفه میشیم، جگرخون میشیم، ناراحت میشیم، ما از زاویه دیده او شخص نگاه کنم به این اتفاق. یعنی خودم در جای ازو بانم. وقتی که خانم از شوهرش ناراحته که یک ساعت دیر آمده، سری شاید قضاوت کنه این دیگه کدام جای پیش رفقایش بوده، شاید کدام جای مهمانی رفته بدون از من، شاید در حرف من توجه نکرده که امشب محفل ما دعوت هستیم و این یک ساعت دیرتر در منزل آمده. این تصورات ذهنی خودش هست. اما برای یک ارتباط صحیح داشته باشید، یک لحظه شما خودتون رو جای او شخص مقابل قرار بدید. یعنی ببینید که خب شاید موترش درا خراب شده باشه، شاید سر وظیفه رئیس وظیفه یک کار پیش آمده، بله کار عاجل پیش آمده. بله. شاید درا یک مسکین یتیمی یا یک کسی بوده که نیاز به کمک عزیزی داشته. بله. و ای که مصروف او شده باشه، یا هزار تعبیر دیگه. بله. که ما حتی در روایات داریم که اگر که از برادر ناراحت شدی چندین عذر برای او بتراش. گاهی وقت میشه که بعضی وقت ما قضاوت‌های زود هنگام میکنیم نسبت به طرف مقابلمان و یک ناراحتی ایجاد میشه. بله. ولیکن اگر که ما درک همدلانه داشته باشیم، این که خودمان رو در جایگاه اون شخص مقابل قرار بدیم، شاید اصلا دیدی که همسرت در محیط کار حالش بد شد، هزارتان گپی پیش آمده. بله. باشه و نیاز به استراحت داشت، پیش دکتر رفت و تازه از پیش دکتر ترخیص شده باشه. خب سجادی، نسبت به این نکته یکمک من حق میتونم، یکمک سخت است. بله. که آدم در جای یکی دیگه خودش قرار بده. بله. درست؟ بله. ای که مثلا با خود فکر کنه که او مسائلی که در ذهنیت خودش است یا توقعاتی که در ذهنیت خود داره اونا رو گوشه بانه و خودش. بله. مثلا جای کسی دیگه, قرار بده. این داره سخت است. بله سخت که طبیعتا سخت است دیگه. زندگی شیرین
تجربه کردن این است که یک سری مهارت ها را یاد بگیریم. این که ما بعضی وقت برای کسانی که رفتارهای نسنجیده انجام میدن، یعنی که پرخاشگری میکنن، میگم در قبال پرخاشگری تو هزاران نفر همه قسم پرخاشگری رو میتونست داشته باشه. بله. ولی هنر او کسی داره که این رفتار یک واکنش مناسب و سنجیده انجام میده. دقیقاً. خب بخاطر همین که ما فکر میکنیم یک پا سخت است، بخاطر همون میبینیم که مشکلات زندگی هم زیادتر میباشه. بله. اگه ما این نکته ها و این تکنیک ها را رعایت کنیم، مسلم است که زندگی هم در صفا و صمیمیت پیش میشه. بله، انشالله که همه خانواده ها زندگی پر از آرامش و نشاط تجربه کنن در کنار عزیزانشان. خب پس دو تا مهارت و تکنیک، تکنیک خوب گوش دادن. بله. و دومین تکنیک مهارت همدلی و درک همدلانه اطرافیانمان هست. البته این مثال هایی که زدم، مثال زدم، ممکنه که الان مثالی که برای درک همدلانه آقا خانم نسبت به آقا داشته باشیم، آقا هم نسبت به خانم داشته بله، باشه. بله، ما مثال زدیم، بالا دو طرف هست. دو طرف هست. بله. یعنی ممکنه که یک وقتی آقا از خانم خفه میشه که تو چرا امروز خسته و نالان هستی، من امروز خسته از بیرون اومدم منتظر بودم که تو شاداب باشی. خب یا چرا مثلا دک پخته نکردی؟ بله. یا چرا چای تیار نیست؟ یا چرا خانم بله اینو میتونه بله. و میتواند مرد هم اونجا درک همدلانه داشته باشه که امروز خانم بله مهمان زیاد داشته، محفل زیاد بوده، تا از آشپزی خلاص شده ظرفاش کمکی ناوقت‌تر شسته شد، یا حتی مسائل اینچنینی که میتوان درک همدلانه داشت. خب ببینید در بحث ارتباطات، این چیزهایی که ما الان صحبت کردیم، در ارتباطات ما تنها زبان نیستش که ما احساس کنیم که ما زبانن ارتباط داریم با اطرافیان. گاهی وقت میشه که ارتباط ما با زبان بدن ما هستش. حالا میگیم که زبان بدن چیست؟ زبان بدن حرکات ها، رفتار و اعمال آدمی هستش که بعضی وقتا برای اطرافیان نشون میده که من خوش هستم، ناخوش هستم. یک وقت میشه که خانه کسی میری، مهمانی میری، میبینی که چهرش گشاده است. و این چهره گشاده نشان از این چیز، یکی خوش شده من به مهمانی از اینا آمدم. این خوش شده که من در خانه اینها آمدم و قدر و عزت میکنم. یا معکوسش، ممکنه که رفتار یک آقا یا خانم در مقابل همسرش یک حالتی باشه که از در میآید روی خود بر میگردانه. خب این چه تعبیری میتواند داشته باشد برای اطرافیانش؟ این که با آمدن ما چه این خفه شدن؟ آه دیگه، کاش من به خانه نمی آمدم. پس ما نسبت به رفتارهایمان هم باید توجه زیادی داشته باشیم. چرا که ارتباطات ما فقط از زبان بله. نیست، بلکه زبان بدن، حرکات و رفتارهای ما هم خودشون نشان دهنده نوع ارتباط ما هستش. و این زبان یکی از ارکان ارتباطی هستش. این زبان هم میتواند که فضا رو آرامش بخش کنه، میتواند که فضا رو تلخ و زهرآگین کنه. بله. یک وقتی میشه که آقایان شکایت میکنن، من البته بینندگان عزیز فکر نکنم من پشتیبانی مردا رو میکنم، اما مثال هر دوشو میزنم. نه اتفاقا خانم سجادی، ما همیشه پشتیبان خانوم هستیم. آره. برادرها و آقایان فکر بله. میکنن که ما از اونها هیچ وقت طرفداری نمیکنیم، یا گپایی که مثلا دو طرف هسته نمیگیم، فقط یک طرفه قضاوت میکنیم. بله. نه این گپ نیست، ما همیشه دو طرفه میگیم و اگر مثالهای بیان میکنیم برای هر دو طرف میگیم. صرف ما طرفدار خانم ها نیستیم. بله. طرفدار هر دو، چون هر دو در یک خانواده هستن. بله، ما حتی طرفدار اولادا هم بودیم. بله. یعنی گفتیم قسم نیستش که ما فقط آقا رو در نظر بگیریم، خانم و اولادا رو ما در نظر نگیریم. همونطور که میدانید در جلسات گذشته نقش فرزندان رو هم، تعامل با فرزندان هم، شیوه های فرزند پروری رو در جلسات گذشته داشتیم. بله. خب پس یکی از راه های ارتباطی زبان هست. یکی از راه های ارتباطی حرکات و رفتار هستش که به ما واکنش ما نسبت به اطرافیان هستش. پس خانواده در نظر داشته باشن که با این زبان میتوانن کلمات محبت آمیز بگن، با این زبان میتوانن کلمات تمسخر آمیز بگن، میتوانن با همین زبان به رخ بکشن، نگاه کن مثلا بیادرم چی تو کار میکنه، چی تو زندگی در خانه ساخته، ولی که تو، من از همون سالی که آمدم همین
فرش و همی وسایل خانه است و هیچ تغییری نکرده، این زبان خب معلومه که زبان نیشداری هست و ارتباط را خراب میکنه. یا معکوس این، آقا ممکنه با زبان خودش خانم آزرده خاطر کنه، تو که هیچ وقت نان جور پخته نکردی، من یک دفعه در می دسترخوان نان صحیح نخوردم. خب این نشون میده که یک فضای پر از دلخوری ایجاد میشه. بله. اینجور تعامل ها مخرب هستش و باید خانواده ها مراقبه داشته باشن. پس یکی از راه های ارتباطی که زبان بود، یک راه ارتباطیش حرکات بدن بود که مثال زدیم که آقا از خانه میایه، بله، یا خانم بله. از بیرون میایه داخل خانه میشه و یکی خانم یا آقا روی برمیگردانه، یعنی حرکاتی که از روی چهره نشان داده بله. میشه، حتی ابرو، چشم، بله بله، صورت. و آزردگی خاطر ایجاد میکنه برای خانواده و اطرافیان. یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ بین زوجین مسئله قهر کردن هستش که یک نوع حرکت و رفتاری هستش که زوجین بعد از مدتی، اگر که قهرشون طولانی مدت باشه و یا اینکه توجه نداشته باشن که قهر چه عوامل و چه آسیب‌هایی برای خانواده ایجاد میکنه، این هم میتونه ارتباطشون رو دچار مشکل کند. پس باید توجه داشته باشیم که توی حرکات و رفتارهای خودمون خانواده ها تا جایی که میتونن کلام‌های محبت‌آمیز داشته باشن، بله، کلمات‌های نیشدار استفاده نکنن، درست، حرکات بدنیشان نشان دهنده نوع اشتیاقشان یا نوع آزردگی خاطرشان میتواند باشد. سعی کنن خانواده‌ها فضای خانواده‌شان را به سمت فضای کاملا آرامش بخش، امن، مفرح و شادی بخش سوق بدن که فرزندانی که توی خانواده رشد میکنن فرزندانی هستن که به راحتی احساس امنیت دارن، دیگه نمیرن بیرون خانواده دنبال کدام نفری که بر اینا محبت کند. بله دقیقاً. بله این موضوع نکته های بسیار مهم است در زندگی یک ما و همه بیننده های عزیز ما. بله. چرا که اگر فضای یک خانواده فضای آرامش باشه، بله، در او هم پدر هم مادر و هم فرزندان رشد میکنن. بله. پدر و مادر، بله، فرزندان همه به طرف تکامل میخواین پیش برن. بله. و چه خوب است که این تکامل در یک فضای باشه که در اون فضا پر از آرامش باشه، پر از صفا، پر از صمیمیت. بله. و این آرزوی هر فرد هست در، بله، زندگی که زندگی خانوادگی اولیشان زندگی پر از شادی و نشاط باشه و دور از هر گونه جار و جنجال باشه. بله. ما در الگوهای خانواده ها الگوهای بسیار زیادی رو داریم. یک از الگوهایی که متاسفانه رایج شده و الگویست که افسر جدی 5 دقیقه فرصت داریم. بله انشالله میپردازیم. ما نسبت به الگوی خانواده ها که چند نوع خانواده داریم و چه به چه الگوی خانواده خودشان رو پیش میبرن، تقریبا 6-7 الگو ذکر شده که من مختصرا در جلسه میگم و اینکه متوجه باشیم به سمت کدوم الگو ما فضای تربیتی خانوادهمون رو پیش ببریم. یک الگو، الگوی زیستی است که متاسفانه رایج شده و مخصوصا در جوانان هم این الگو بسیار رایج شده، یکی فقط و فقط برای کسب نیازهای بدنی خودشان خانم ها در تشکیل دادند و اصلا بین اینها یک تعامل عاطفی باشه نیست. یکی خانم و آقا بشینن و با هم گفت و شنود داشته باشن، اینکه یک فضای شادی بخشی باشه، متاسفانه وجود نداره. پس ما باید توجه کنیم که اصلا به سمت اینکه الگوی زیستی بریم حرکت نکنیم. دومین الگوی خانواده که بسیار زیاد میتوانیم ما ازش الگو برداری کنیم، الگوی پایدار هستش. دلست. الگوی پایدار چه قسم الگویه؟ الگویی که خانواده، فرزندان، پدر، مادر و همه اینها
در حال رشد هستند. درست. وقتی کنار هم قرار میگیرند اینها به راحتی صحبت میکنند. بله. وقتی که اینها کنار هم قرار میگیرند سر صدا بینشون نیست. و هر کسی که از بیرون اینها را دارن نظاره میکنه میبینه که اگر که اینها صدایی از خانه اینها بلند میشه، صدایی است که اینها در حال گفتگو و معاشرت های بسیار زیبا هست، با کلمات احترام آمیز هم دیگر صدا میکنند. و اینکه در حال رشد و ارتقای خودشان هست. و همونطور که نامش معلوم میشه، بله، پایدار است. بله. سست و متزلزل نیست که بگویی که این خانواده اینا دیگه از هم پاشیده میشه. بله. اعضای خانواده هیچ کدام همراه همدیگه نیستن، در بله، کنار هم نیستن و برای همدیگه تلاش نمیکنن. بله، متاسفانه یک الگویی که این الگو هم زیاد دیده شده، الگوی مقابله ای هستش. یک الگوی مقابله یعنی که در تنش با هم هستن. یعنی افراد خانواده وقتی که بچه دار میشن به دنبالی هستن که سرصدای خودشون رو، اگر که از دست بچه خفه میشه خانم به سمت آقا تنش و مقابله داره، اگر که از هم دیگه درخواستی دارن یکسره در مقابل هم ایستادن و ای که یکسره سرصدا میکنند. و این الگوی مقابله، این الگوی زیستی و بسیار الگوهای دیگه که هست، هیچ کدام میشن به پایداری و استواری و خوشنمودی الگوی پایدار نیست. چون الگوی پایدار الگویی هستش که خانواده ها در کنار هم، اعضای خانواده در کنار هم احساس امنیت و آرامش دارن و اینکه درخواستایشان در کمال احترام هست. بله. در کنار همدیگه شنیده میشن، در کنار همدیگه احترام بهشون قائل میشن و اینکه رشد و تعالی در خانواده دیده میشه. بله، بسیار عالی. بله. بازم الگوها وجود داره خمسر جدید؟ الگوها بسیار زیاد هستش. من انشاءالله که مطلبی که قابل بیان باشه در جلسه صحبت کردم، ولیکن توصیه نهاییم است که خانواده ها تلاش کنن که فضای تربیتی خانوادهشون رو به سمت فضای سالمی پیش ببرن. مثلا شما اگه در نظر بگیرید من و شما اگر در این فضا نشستیم، میدانیم که یک فضای رسمی است. میدانیم که در این فضا بایستی که ادب و احترام باشه. کلمات استفاده کنیم که مورد استفاده بقیه باشه. اگر در فضای خانواده هم چون این فضایی باشه که بچه ها احساس کنن در این فضا فضاییست که احترام هست، فضایی هستش که پدر و مادر همدیگر دوست دارن، فضایی هستش که فرزندان در اون جایگاه بالایی دارن، پدر و مادر به اونها به یک چشمی که نور چشم هستن نگاه میکنند، این خانواده ها فرزندانی به ثمر مینشانند که این فرزندان مایه امید قلبشان میشه و نور چشمشان میشه و اینکه هیچ وقت نگران نخواهند بود که ما فردا روزی جوانایی داشته باشیم که مایه ننگ ما باشه یا مایه آزردگی خاطر ما باشه. نه تنها خانواده بلکه جامعه. بله، جامعه به تبع اون اینکه جامعه تشکیل شده از خانواده ها و این خانواده ها در کنار هم هستش که یک جامعه سالم رو تشکیل میدهد. انشاءالله به امید ای که با آموزش و یادگیری مهارت‌های لازم در خانواده و ای که توجه داشته باشیم که این مهارت‌ها برای آرامش وجودی خودمان اول از همه، دوم برای ای که یک کانون گرم می‌خواهیم داشت. بله. که فرزندان ما فردا روزی وارد فضاهای مسموم نخواهند شد، توجه داشته باشیم و یاد بگیریم و هیچ وقت هم ناامید نباشیم که بگیم که این مهارت ها رو ما یاد نداریم. بله. اینکه شیطان در ما دخل تصرف کنه و بگه که خب حال که ما اینقدر دور هستیم پس گمش کو بذار همون قسمی که هستیم زندگی خود داشته باشیم، در حالی که قدم های کوچک ما هستش که میتواند یک راه درستی رو ایجاد کند. هیچ وقت کسی از ابتدا آموزش ندیده بود. بله. مگر کم کم و در مرور زمان. بسیار عالی، تشکر میکنم خانم سجادی از صحبت هایتان. مطمئنن یک جرقه در ذهنیت خانواده های عزیز ما حتما ایجاد شده و میشه. بله. و میفهم که خانواده های عزیز ما هم یال یک مرور میکنن زندگی خودشانه که ببینن جز کدام دست از خانواده ها هستن، آیا جز خانواده هایی هستن که سست و متزلزل است یا نی،
جز خانواده هایی هستند که محکم و پایدار هستند و استحکام اون خانواده بسیار زیاد هست. و بیاین تفاوت های دوتا را هم بررسی کنن. اگر جز خانواده های متزلزل هستند، خانواده هایی که سست هستند و استحکام در وجود ندارن، خب حتما شاهد مشکلاتی هم در زندگی خودشان هستند، چه در زندگی روابط زن و شوهر و چه به روابط بین فرزندان و والدین. در هر دو طرف مطمئنن اختلافات و تفاوت‌های فردی دیده میشه، ولی اگر جز خانواده‌های مستحکم و پایدار باشن، مسلماً روابط صمیمانه، دوستانه، همه اعضای خانواده به سمت موفقیت‌ها، به سمت پیشرفت‌ها پیش میرن و به هر حال استعدادهای فرزندان در اون خانواده چقدر خوب شکوفا میشن. خب بسیار زیاد تشکر میکنیم هم از خواهر خوب و خانم سجادی عزیز که امروز به هر حال با صحبت‌های خوبشان باعث شدن که یک جرقه ایجاد بشه در ذهنیت‌های همه ما، تا اینکه بتانیم در محیط خانه یک بررسی داشته باشیم و یک مرور داشته باشیم به زندگی خود ما و ببینیم که ما چه قسم و چگونه زندگی کردیم و جزء چه قسم از افراد خانواده هستیم و بیایم تغییر ایجاد کنیم. زیاد سخت نیست، از همین حال میتونیم شروع کنیم برای ایجاد یک تغییر در زندگی و خانواده خودمان. از حضور شما عزیزان هم جان سپاس که همراه ما بودین، با اتفاق خواهر خوب خانم سجادی که در استودیو امروز بودن و امیدوارم در یک شنبه های آینده همچنان با ما همراه باشن، از حضورشان خدافظی میکنیم و شما عزیزان را هم به خدای پاک و بزرگ میسپاریم. البته فراموشتان نشود که نماز اول وقت و ای که لحظات اذان به وقت کابل هم نزدیک هست، امیدوار هستیم که در این لحظات ملکوتی حتما استفاده کنین و به خدای خوب نزدیکتر شوین. ما را هم دعای خیرتان فراموش نکنین. خدا نگهدار. صلوات الله سلام الله.